سلام و درود بر تمام هممیهنان عزیزم و درود فراوان من بر عاشقان خاندان پهلوی. آنچه در این برنامه خواهید دید، همون حکمشون در دادگاه، نه در دادگاه بدوی، در دادگاه عالی قطعی شده بود. یک چهارمش دارن میگن او کار خدا رو ببین عاقبت اینا چنین بی‌شرفایی هستند، چنین خانمان سوزی هستند. درباره کودک 10 ساله که کشته شد صحبت میکنید آقای عبدالله؟ یه ایرانی کش بن رفت. دو، آقای علیرضا مهبودی رو دیدم. واو، فرزندم و نسل خودش طوری تحویل بدم نوبت دونه دونه اینا میرسه، اینا جزخاله بشن. هر داشتنی همیشه بگذاشتنی. من یه ایرونیم پرد و عشق به میهنم و عشق به مردمم دارم. من خبرهای گوناگونی از جریان هلیکوپتر آدمکش و همکارانش میگن سقوط کرده و سقوط نکرده و فلان، نه همچین قشن زدن که آقا رفت رو هوا، مانند قاسم سلیمانی و بقیه سردارانی که در جبهه‌های خط دارن میدن، دونه دونهشون میرن رو هوا. دنیا نمیخواد، دنیا اینا رو نمیخواد، دونه دونه اینا رو چنین سرنوشتی رو به وجود میارن که زباله روزگارن و جسدشون هم جزخاله شده. رادیو تلویزیون اعلام دعای سلامتی. کدوم سلامتی؟ من با چشای خودم وقتی در زندان اوین در بند 5 بودم، وقتی دخترهای جوان ما به عنوان مجاهدین با چادر و روسری هر جوری که شما حساب میگرفتنشون، اون موقع بی حجابی که نبود، همه با چادر، همه اونا رو میگرد. من از طبقه بالا بند 5 که به عنوان مسجد بود میردیم بالا، نگاه میکردیم ری شهری با خود همین این رئیسی، باور کنید سینه های دخترهای مجاهدین رو همچین میگرفتن که بکنن، قش میکردن. وقتی میافتادن رو زمین یکی اون سپاه ها بیاد برای ترتیب ناموسی اون دختر برد. اینا چنین بی‌شرفایی هستند، چنین خانمان سوزی هستند که اصلا با نسل ایرانی مخالفند. چرا مجاهدین سکوت کردین؟ چرا اون تاریخچه ها رو نمیارین که چنین جلادهایی ملت ما رو میکشتن؟ من با چشای خودم میدیدم. یک بار به صورت واضح سال 67 رو شهر بدید. قهرمان مبارزه با نفاق در این کشور امام خمینی رضوان الله تعالی علیه است. همه کسانی که سربازی این نظام رو در برخورد با نفاق کردند امروز باید مورد تکریم قرار بگیرند که شما شر جریان نفاق رو از این کشور کوتاه کردید. اینها هم اتهامشون در دادگاه ثابت شده بود، هم حکمشون در دادگاه، نه در دادگاه بدوی، در دادگاه عالی قطعی شده بود. درباره کشته شده های اخیر صحبت میکنید؟ درباره اونا که کور شدن؟ درباره کودک 10 ساله که کشته شد صحبت میکنید آقای عبدالله؟ برگای زرد یه فصلی من و تو، شعر غمگین یه نسلی من و تو، بس که از خاطر رنجیدیم یه عمر، نمیدونیم که شکستیم من و تو. برگای زرد یه فصلیم من و تو، شعر غمگین یه نسلیم من و تو، بس که از خاطر رنجیدیم یه عمر. من زیر شکنجه های زیادی کشیدم به خاطر ایرانم.
من صدمه های زیادی دیدم ولی زندم به خاطر عشق فرزندم، به خاطر ایرانم. خدا با هم بوده. چطوری از جوخه ادامه آمدن بیرون؟ خدا بوده. ولی مردم اینا جز آدم کشی هیچی دیگه بلد نیستن و لذت میبرن از کشتن ملت نجیب ایران. این یه واقعیت، لذت میبرن. زنده یاد خدا نور رو فراموش نکردیم. آب رو تماشا کرد و تشنه لب رفت. روز پیروزی، روز حسابی که نزدیکه. نوشیدنی با شیشش میاریم خدمتتون، هستیم در خدمتتون و میرسیم به خدمتتون. نفرین به آیین شما. من اینا رو واقعیت دارم میگم. من تو زندان 43 ماه زندان خمینی در تمام زنداناش بودم و مشکلات فراوانی داشتم، ولی خب خدا با هم بوده. چرا عشق پدر به فرزند یا فرزند انتظار یه پدر؟ ولی از این طرف میبینیم کسایی که دارن قد علم میکنن و سیاست بدارن، حتی نمیشه پهن بارشون کرد. اینا خیانتکارن، منفورن، جایی در میان مردم ندارن. حزب توده خائنین بزرگی هستند و امثال جوانمردا برای تقسیم بندی ایران خائنند. این خائنا باید گفته بشه، نه رو جلدی بیان. امروز قشنگترین روز من بود. یک ایرانی کش از بین رفت. دو آقای علیرضا مهبودی رو دیدم. واو، دنیایی با هم صحبت کردیم، دنیایی همدیگر بغل کردیم و به هم انرژی دادیم و صحبت پروژه هامونو کردیم. واقعا این مرد برای من خیلی عزیزه. کسی که تا این لحظه ایستادگی کرده و برای تاریخ ایمنش صحبت های بزرگی میکنه برای من افتخاره. چند بار همدیگر رو وقتی صحبت میکردم، چند بار همدیگر رو بغل کردیم، اصلا بوی ایران میداد. این مرد تاریخچه ایرانه. واقعا الان که دارم صحبت کنم احساسی شدم. بزرگترین روز من بود با جناب آقای علیرضا مهبودی. خیلی صحبت کردیم بابت پروژه هام، بابت گوگوش. گفت من هستم، عشق کردم. چنین بزرگواری بگه من هستم و منم افتخار میکنم از چنین شخصیتی بتونم از برنامه ها که در شخصیتش باشه به ثمر برسونم. این مرد یک ایرانیه، یک ایرانی پرست. نمیتونم ازش چی بگم، تعریف کنم، خودتون بهتر میشناسید. هر داشتنی همیشه بگذاشتنیست. هر چی دارید بگذارید و برید، چیزی نمیشه آدم با خودش ببرد. هر کاشتنی همیشه برداشتنیست. هر چه میکنید برمیده. جز جای تو در جان که نگه داشتنیست. آن رفیقی که به دوران غمم دور نرفت، زیر شمشیر غمش رقص کنان باید رفت. این روزا میگن در ایران اینترنت ها قطع شد. آی کازکوزه ها بسته شد. خب اینترنت رو ببندیم، بانک ها، بیزنسمند ها، کمپانی های بیزنس یا شرکت نفت ها اینترنت هاشو کجا میره؟ چرا دارن این کار رو میکنن؟ چون میدونن روزهای آخره بتونن دزدی کنن، هیچکی نفهمه. چه بانک ها، چه شرکت های نفتی. فکر نکنیم شماها رو بخوان رو ار نباشید. نه، میبندن کسی دزدی ها رو نفهمه. بعد بگه اینترنت قطع شد و فلانی اینقدر برد و فلانی اینقدر دزدید. و عجب روزگار، عجب. اینا درس خونده شوروی که خودش داغون شده است دست به چنین کارهایی میزنه. ولی خوشحالم که دنیا و ملت ایران متوجه شاهزاده ما شده و دنیا بهش عشق می‌ورزه. نه ایرانی، بلکه دنیا
چون یه سلطلبه، دستش به هیچ خونی آلوده نیست، به هیچ دوزی آلوده نیست. ای روزگار چطور چرخ و فلک میچرخه؟ من نشون دهنده است کی در دنیا سلامتی صلح میخواد و چی کسانی نمیخواد. دنیا نباید دیگه طاقت بیاره در مقابل چنین ظالمانی. پدر من خودشون بارها گفتن که من میخوام مملکتم رو به فرزندم و نسل خودش طوری تحویل بدم که اون دغدغه هایی که نسل من داشتیم دیگه نداشته باشن. یعنی واقعا میخواست مملکتی که در جاده ترقی و مدرنیته جا افتاده بیاد. و همیشه میگفت که مسلما پسر من جور دیگه ای سلطنت خواهد کرد. من مقداری از پروژه هم با آقای امیررضا مهبودی صحبت کردم، چقدر ایشون خوشش اومد، چقدر استقبال کرد. گفت محمود جون من همه جوره هستم. گفتم من نوکرتم. حتی گل بال پیش موزیک وارد صحبت کردم، اصلا صورت این مرد اشکاک سو چشاک جمع شده بود. عجب. گفت محمود عجب برنامه میره. گفت من هستم. گفتم منم هستم. زخمی تر از همیشه از درد دل سپردم، سرخورده بود در انتظار بردم، آقامتی شکسته از کل بار غربت، در جستجوی مرهم راهی شدم زیارت، رفتم برای گریه، رفتم برای عشق وطن، پروژه های جالب و برای اولین بار در دنیا توسط ام جی گل به وجود خواهد اومد و تمام افراد شایسته که بتونن به این رژیم کمک کنن من در خدمتشونم. این سفره پهن برای همه، نه اونا آدم های دو دوز بازی دقیقه ثانیه خرابکاری کنن، نه سعی نکنن پروندهشون سیاه بشه. من یه ایرونی هم گفتم و پرچم من ام جی گل انترتینمنت که بتونه در هر شرایطی در هر موقعیتی بتونه پشتبان رژیم شاهنشاهی پهلوی مشروطیت باشه و خدمتگزار مردمش در ایران باشه. و برای همینم من شخصا تمام کارهای انترتینمنتی ایران خودم به عهده گرفتم. ولی نمیدونم خواننده هایی که ما دست میزنیم روش که با ما تماس بگیرن، چه در واتساپ، چه در تلگرام، چه در اینستاگرام، چه در یوتیوب، چه در ایمیل mg@entertainment.com. الان مملکت ما یک چهارمش دارن میگن او مرد یارو، یک چهارمش دارن شادمانی میکنن. در هر شهرستانی میبینین آتش فشانی شده، مردم از شادی به خاطر قاتل بزرگ شادی دارن میکنن. نوبت دونه دونه اینا میرسه، اینا جزغاله بشن. اینو بتون ملت، حالا که از ما گذشت اومدن یارو باش، کار خدا رو ببین عاقبت ما رو باش، بده عمری صبوری کنارم میاد، اشکای شوق تو چشمام که یارم میاد. ای ایران من چقدر بزرگی، ای ایران، ای نسل شکه پازرگاد، دریاب ایران تو، زنده باد پرچم شیر و خورشیدم، جاوید باد
رضا شاه پهلوی دوممون و پرنسس یاسمین هم ولیعت بانو عزیزمون تو. زنده با ایرانم، جاوید با زن، زندگی آزادی.